توی ویدیو قراره یه انگشتر نقره درست بکنیم با سنگ فیروزه که چند ماه پیش واسه مادر بزرگم درستش کرده بودم. اگه دوست دارید بدونید این انگشتر نقره چطوری ساخته میشه، تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام، من مهدی علیه هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیوی من. همونطور که اول ویدیو گفتم، می‌خوام یه انگشتر درست بکنیم و مثل همیشه یه مقدار نقره رو ذوب می‌کنیم و می‌ذاریم داخل قالب. بعدش اون رو نوردش می‌کنیم تا به صورت تسمه در بیاد و بتونیم کارمون انجام بدیم و می‌رسیم به بخش جذاب کار. تصویر دو بعدی انگشتر که می‌خوایم ببریم و روی کاغذ می‌کشیم و روش می‌چسبونیم تا اون رو ببریمش. من از اره مویی استفاده می‌کنم. شما می‌تونید هر وسیله‌ای که دارید استفاده بکنید. به اره مویی می‌کنم، موم زنبور عسل می‌مالم تا روان‌تر بشه. می‌تونید از روغن چرخ 40 هم استفاده بکنید و شروع بریدن می‌کنیم. فرآیند بریدن یکم خسته کننده است و خب ما یه ذره جادو توی دست و بالمون داریم. سر جادو انجام بدیم. می‌ذاریم روی تخت کار. 3 2 1 شد؟ نه دوباره دو. 3 2 1 حالش. بعد از اینکه بریدینش ممکنه یه سری جاهاشو با اره کج بریده باشین یا مثلا ناصافی داشته باشه که میتونین از سوهانچه استفاده بکنین تا اون قسمت ها رو هموار بکنین و یه شکل منظمی بهش بدید که زیبا به زیبایی کار اضافه میکنه. یه بخشایش هم میتونین از فرز استفاده کنین که قبل از استفاده فرز حتما ماسک بزنین که موضوع چشمتون باشین، ایمنی خیلی مهمه. بعد با این سری مخصوص اسمش رو نمیدونم دقیقاً، این قسمت هایی که شیب مناسب شیب خاصی نیاز داره، مثلا دقیقاً اندازه شیب همون متتونه، با همون فرزکاریش میکنید تا اون قوس مناسب رو بهش بدید. قسمت های باقی موندهش هم برای اینکه صاف بشه، این دفعه دیگه قوس نیست، میخوایم قسمت هایی که قرار جوش بخوره رو صاف میکنیم تا بهترین نتیجه رو بگیریم موقع جوشکاری و تموم میشه کارمون. انگشتتون که بردیم میدونیم تخت کار حرارتش میدیم، چون قبلش حرارتش نداده بودیم که راحتتر بریده بشه. الان تابشش میدیم تا نرم بشه و به نرمی و زخامت قبلیش برگرده. توی اسید سردش میکنیم که هم سفید بشه هم سرد بشه و میریم قسمت بعد. خب الان انبراتون رو برداریم. من از دمباریک و دمپهن استفاده میکنم که نوک قسمت یک بریدیم و به صورت آستین بلوزه یه جورایی اونا خمش میکنید تا به هم نزدیک بشن، یه حالت نیم قوسی بگیره که بعد بتونیم اونا رو به همدیگه برسونیم و جوش بدیم. این قسمت در واقع قسمتی که سنگ قرار روش بشه، قسمت بالاییش به این انگشتر میگم پایفیلی، اگه نگفتم اول کار. این مدل پایفیلیه که داریم درست میکنیم. بریم قسمت بعدی چند بتونه نشون بدم. اسم وسیله میره انگشتر، کارش گرد کردن انگشتره که میتونید انگشترتون داخلش بذارید به چند ضربه گردش بکنید که حالا ما اینجا انگشتری که بریدیم و دورش میپیچیم تا گرد بشه و اون دوتا قسمتی که قرار جوش بدیم به همدیگه نزدیکتر بشن تا دیگه کج و کوله هم نشه وقتی با دست خالی بخواییم نمه هم نزدیک کنید. و با هر وسیله که میتونید مثلا با انبر یا حالا با چکش پلاستیکیش ضربه بزنید تا اون دوتا قسمتی که قرار بود به همدیگه جوش بدیم به همدیگه نزدیک بشن و بتونیم توی مرحله بعدی اون رو جوشش بدیم. یه چند ضربه چکش پلاستیکی بهش میزنید و تقریبا فکر کنم همدیگه رسیدن که بعد دیگه میشه با سوهان و اینا کارش رو تمام کرد. قسمت اول به پایان رسید. توی قسمت بعدی انگشتر رو جوشش میدیم که کامل دیگه جوش بخوره، سنگش رو سوار میکنیم، پرداختش میکنیم و انگشتر رو تموم میکنیم. اگر از این ویدیو خوش اومد اونو لایکش بکنید، اگه دوست داشتین کانال من رو سابسکرایب بکنید، اگه هر سوالی هم داشته باشید تو کامنت ها بپرسید بهتون جواب میدم. تو فکرشم یه دوره جوارسازی ضبط کنم، اگه دوست داشتین سابسکرایب بکنید اون دوره رو دست ندید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.